تنها چیزی که توی زندگی قطعیه مرگ. هیچ چیز با مرگ قابل مقایسه نیست. لحظه‌ای که به خاموشی سپرده میشیم. هر اتفاقی هم برای ما بعد از مرگ میفته کسی نمیدونه. فقط برای اطرافیانمونه که یک خاطره باقی میمونه. ولی خود ما چی؟ آیا بعد از مرگ اصلاً ما خودمون میفهمیم که مردیم؟ یکم شاید عجیب به نظر برسه این سوال. اما واقعاً وقتی ما شبا میخوابیم مگه میدونیم که خوابیدیم؟ داریم رویا میبینیم ولی واقعیته. نمیدونیم مغزمون داره برامون شبیه سازی میکنه. بعد از مرگ چی؟ از کجا مطمئنیم بعد از مرگ متوجه مرگمون میشیم؟ شاید با خودتون بگید خب بعد از مرگ همه چی شاید تموم بشه، اما توی این ویدیو میفهمیم که نه، اینطور هم نیست. انسان هزاران ساله که برای مرگ داستان ساخته، سعی کرده از ترس مرگ روی به جاودانگی بیاره، سعی کنه چیزهایی رو بسازه که هیچ وقت نمیره. مذهب روی کار اومد تا بگه بعد از مرگ زندگی ادامه داره. علم اومده و میگه بعد از مرگ انسان تموم میشه. حرف زیاد بوده که چی بر سرنوشت انسان میگذره. برای خود مرگ تعاریف مختلفی وجود داره. در گذشته لحظه ای که انسان ایست قلبی بهش دست میداد رو مرگ قطعی میدونستن. ولی با احیای CPR فهمیدن که قلب بعد از توقف میتونه دوباره به جریان بیفته. پس تعریف مرگ تغییر کرد. حالا گفتن با از کار افتادن مغز مرگ رقم میخوره و مرگ مغزی یعنی اتمام حیات. بعد از کار افتادن قلب و مغز دوره حدوداً 20 ثانیه‌ای وجود داره تا انسان کامل بمیره و در پس اون دوره 10 دقیقه‌ای هست که میتونیم CPR انجام بدیم. این دوران همون لحظه هایی هستن که افراد تجربه نزدیک مرگ براشون اتفاق میفته و اونایی که از مرگ برگشتن میان و تعریفش میکنن. قبلا چندین ویدیو در مورد مرگ و بعد از مرگ ساختیم. لینکشون رو داخل توضیحات پایین همین ویدیو میذارم. تو سال 2013 کتابی از یک دانشمند بریتانیایی به نام سم پارنیا منتشر شد که پیشنهاد میکرد تا 24 ساعت بعد از مرگ میتونیم انسان رو به زندگی برگردونیم. به این اتفاق اثر لازاروس میگن. خود اثر لازاروس به احیای انسان از طریق CPR بعد از 10 دقیقه اشاره میکنه، اما سم پارنیا ادعای 24 ساعت بعد از مرگ رو داشت. پارنیا معتقده اون چیزی که به رستاخیز و بعد از مرگ نسبت داده میشه در اصل از نظر علمی قابل توضیحه. تمام اتفاقاتی که انسان در قالب تجربه لحظه مرگ بیان میکنه جواب داره. افرادی که میگن در لحظه مرگ دیدن تونل سفیدی بوده که واردش میشن، افرادی بودن که گفتن در لحظه مرگ خودشون و اطرافیانشون رو از بالا دیدن، مردگان دیگر رو دیدن، همه اینها جواب داره و بازی ذهنه. قبلا توی یک ویدیو بهش اشاره کردیم. اما در کنار اینها یک عقیده دیگه سم پارنیا در مورد آگاهی و مغزه. میگه چیزهایی هستن که خارج از مغزن و خودآگاهن. بعد از مرگ هم چون مغز از کار میفته ما فکر میکنیم مردیم، ولی ناخودآگاه ما فعاله و آگاهی رو خارج از بدن فیزیکی ما به کار انداخته. با این تعریف، تعریف مرگ هم عوض میشه. اگه بتونیم مردم رو ساعتها بعد از توقف قلب و مغزشون به زندگی برگردونیم، همونطوری که البته پارنیا پیشنهاد کرده، اون وقت میتونیم توی دنیای زندگی کنیم که افراد زیادی توی اون زمان مردن، حتی چند روز کامل. از نظر فنی مردن و ناخودآگاهشون از اونها جدا شده. پس طبیعتاً صحبت از مرگ با این عبارات ناخودآگاه و آگاهی ما رو به سوالاتی در مورد روح میبره. این ناخودآگاه چیه؟ کجاست؟ آیا همون روحه؟ و آیا وقتی بدن شما میمیره و دیگه وجود نداره، شما میتونید در آگاهی زنده بمونید؟ برای قرن هاست که ثابت شده کشف روح کار راحتی نیست. خیلی ها تلاش کردن روح رو اثبات کنن. یک موردش آزمایش 21 گرم هست که شخصی به نام دوکان مکدوگال قصد داشت قبل و بعد از مرگ آدم‌ها رو وزن کنه و ببینه چقدر وزنشون کم میشه. اون اختلاف وزن رو به عنوان وزن روح در نظر بگیره. در این مورد هم یک ویدیو ساختیم که چه آزمایش اشتباهی بوده و میبینیم تمام روش‌ها برای اثبات روح شکست خوردن. در ساده‌ترین تعریف
روح نوعی ماهیت از تجربیاته که از واقعیت شکل میگیره و به این ترتیب یک نظریه استدلال میکنه که روح رو میشه در قالب کوانتوم تعریف کرد. البته در مورد زندگی بعد از مرگ در قالب کوانتوم یک قسمت دیگه ویدیو ساختیم که بحث دیگه ای رو دنبال میکنه، اما اینجا تعریف دیگه ای رو داریم. در دهه 1990 فیزیکدان انگلیسی راجر پنروز به همراه دانشمند آمریکایی استوارت هامروف تئوری به نام احیای واقعیت منظم رو ارائه کردند که نظریه خودآگاهی کوانتومی هستش. این ایده در سال 2014 بروز شد و از اون زمان تا الان هم قوت گرفته. احیای واقعیت منظم استدلال میکنه که هوشیاری به جای اینکه به ارتباطات عصبی مربوط باشه، از طریق ارتعاشات در رشته‌های پروتئینی کوچک داخل نورون‌ها ایجاد میشه. یکی از نکات کلیدی از نظریه احیای واقعیت منظم که بهش اورک هم میگن اینه که بعد از نابودی بدن فیزیکی، آگاهی به طور نامحدود ادامه پیدا میکنه. در بعضی از تعاریف این آگاهی رو بهش روح میگن. پس میشه گفت روح صرفاً اطلاعات کوانتومیه. در طول زندگی اطلاعات دنیاییمون از طریق مغزمون ذخیره میشن و از طریق بدنمون تجربه میشن، اما وقتی زندگیمون تموم میشه اطلاعات ناپدید نمیشن، در عوض به شکلی بدون مغز در یک بعد کوانتومی ادامه دارن. بعضی ها که طرفدار این ایدن حتی میگن اینطوری انسان قبل از به دنیا اومدن هم در ابعاد کوانتومی وجود داشته، ولی وجودش بدون تجربه و واقعیت بوده تا اینکه بعد از به دنیا اومدن به واقعیت رسیده. حالا در این شرایط که بعد از مرگ آگاهی ما به جای دیگه‌ای منتقل میشه، این سوال مهم به وجود میاد: اگر با مرگ جسم هنوز آگاهی ما زنده باشه، آیا ما میتونیم بفهمیم که مردیم؟ اطلاعات کوانتومی که قدرت اداره ذهن ما رو دارن، شاید همچنان بعد از مرگ به ما بگن ما زنده ایم. درستم میگن ما بدنمون مرده و آگاهیمون زنده است، ولی ما که واقعیت جهان رو فقط با آگاهی نمیبینیم، باید با بدنمون لمس و تجربهش کنیم. این رو چطور میشه توضیح داد؟ چون واقعیت کوانتومی ما هر طور هم که در جهان آزادانه حمل بشه، باز هم برای معنا بخشیدن باید به بدن فیزیکی ما برگرده. اگر ما به شکل الانمون زنده نباشیم، آیا میتونیم بگیم بعد از مرگ و انتقال به دنیای کوانتوم زنده ایم؟ آیا میشه این اطلاعات کوانتومی رو به جسم دیگه منتقل کرد و در بدن یک نفر دیگه به زندگی ادامه داد؟ این سوالات اگرچه جوابی واسه شون نیست و تا بعد از مرگمون نمیفهمیم چه اتفاقی میفته، اما همچنان سعی در تعریف زندگی بعد از مرگ داره. زندگی چیزی جز آثاری که از خودمون به جا میذاریم نیست. چه بعد از مرگ زنده باشیم و زندگی کنیم، چه نباشیم. اگه دنیا ادامه پیدا نکنه و انسانهای دیگه همراه ما نباشن، زندگی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ وقتی میخوابیم رویا میبینیم و تا وقتی بیدار نشدیم نمیفهمیم که خواب بودیم. آیا بعد از مرگ میفهمیم که مردیم؟ آیا ممکنه الان خواب باشیم و بعد از مرگ از خواب دنیایی بیدار بشیم؟ شما چی فکر میکنید؟ تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.